سلام به دوستان دوشنبه پنجم اسفند 98 24 فوریه 2020 حتما اخبار ویروس کرونا رو پیگیری میکنید متاسفانه من به هیچ دلم نمیخواد حرف های من باعث سلب امنیت روانی یا افزایش نگرانی بشه اما از طرفی هم دلم نمیخواد سکوت من و امثال من موجب آسودگی خیال کازه به مردم و در نتیجه افزایش مشکلات و توسعه خطر کرونا بشه بخوام یا نخوام متاسفانه به دلیل هم لاپوشانی احمقانه حکومت هم به دلیل زد و بندهایی که پشت پرده با چینی ها داشتن و کارهایی که کردن عدم توقف پروازها به چین و عدم کنترل دقیق و استاندارد کسانی که از چین برمیگشتند یا هواپیمایی که هواپیماهایی که در مسیر چین تردد میکرده و متاسفانه در مسیرهای دیگه در تردد بوده این بیماری گسترش پیدا کرده و شاید مهمترین مشکلی که ایران امروز باش درگیره و سایر کشورهایی که با کرونا برخورد باش درگیر نباشن اینه که هیچ کس دقیقا نمیدونه در کدام نقاط کشور کرونا وجود داره در کدام نقاط در حال تبدیل به اپیدمی و در کدام نقاط قابل کنترل هست این نگرانی عمومی بزرگترین خیانتیه که ناشی... بزرگترین در واقع مشکلیه که ناشی از خیانت بزرگ حکومت و بیکفایت حکومت یعنی حداقلش اقلش حکومت. حکومته من حالا در مورد راه های پیشگیری اینها که متخصص نیستم دوستان توصیه کردن تو حتما از همه هموطنان هم خواهش میکنم که به توصیه های بهداشتی بهش... به توجه کنند یکی از معضلات بزرگ الان اینه که در همه دنیا حکومت ها وقتی توصیه هایی به مردمشون میکنن مردم جدی میگیرن این حکومت انقدر فاسد و بدنامه در ایران حکومت جمهوری اسلامی که حتی توصیه های بهداشتیش خیلی متوجه قرار نمیگیره برای اینکه مردم باز هم گمان میکنن شاید پشت اینها یک توطئه هست یک کاسبی هست یک برنامه هست حکومتی که ادعا میکنه در بزرگترین دستگاه های جاسوسی دنیا نفوذ داره ادعا میکنه به اطلاعات سری همه دنیا نفوذ داره بعد میان گردنشون کج میکنن وزیر بهداشتش میگه یه مش پدر سوخته ماسک ها رو احتکار کردن بعد به دست مردم نمیرسه یعنی در داخل کشور عاجزن از شناخت از, از... اه... کشف احتکار اگر من معتقدم به هیچ وجه نمیشه هیچ کسی تجارت بزرگی در ایران انجام بده چه تجارت سالم ظاهرا و چه تجارت کثیف مثل مخفی کردن و احتکار ماسک الا اینکه مگر اینکه به نوعی وابسته به حکومت باشه یا به حکومتی ها باشه ولی به هر حال اگه فرض رو بذاریم که حرفای وزیر بهداشت درسته اینه که یه ماسک رو در این شرایط احتکار کردن این نشون دهنده هم بی کفایتی حکومت هم دروغویش حکومتی که مدعی هست در از بزرگترین اسرار اطلاعاتی سایر کشورها مطلع هست از شناسایی انبارهای احتکار ماسک در داخل خودش عاجزه به هر حال مسائل کرونا وجود داره اما من میخوام یه خواهش از هموطنانم هم بکنم ببینید برای اولین بار شاید بشه گفت به راحتی درخواست‌های متحد و تجمیع شده تحریم انتخابات اثر خودش گذاشت و مردم قدرت نمایی کردن در برابر خیانت بخشی از اصلاح طلبان و اعتدالیون وابسته به دولت روحانی و همدستی اونها با شورای نگهبان و اصولگراها مردم ایستادند در برابر همه اصلاح طلب و اصولگرا و انتخابات رو تحریم کردن و رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی درست کردن در حدی که حتی با آمارهای کاذبشون نمیتونن بپوشونن امروز به نظرم دومین حرکت رو مردم میتونن انجام بدن با تحریم ماهان ببینید درست ماهان مجری سیاست هست اما مردم باید نشون بدن حتی مثل انتخابات انتخابات هم اصلا وجود یا عدم وجودش تأثیری بر سرنوشت مردم نداره مگه مجلس منتخب این انتخابات ها کاری بر مردم میتونه انجام بده یا در اصول در مسائل اصلی کشور نقشی داره اما مردم با تحریمشون نشون دادن که بازی حکومت رو دیگه نمیخورن ماهان هم همینه ماهان بخشی از مافیای رانت و قدرت در ایرانه که متاسفانه هم دستی از کارگزاران درش هست هم سپاه هست اینجا هست که هم دستی های پشت پرده اینها مشخص میشه. به حال این بخشی از حکومت بخشی از شاید حتی بخش کوچکی از مافیای راندخاری و سوء استفاده سیاسی اقتصادی در ایران باشه اما تحریم ماهان به دلیل نقشی که در افزایش آلودگی مردم به کرونا و گسترش کرونا در داخل در سراسر سر کشور داشته میتونه درس دوم حکومت در دوره درس دوم مردم به حکومت در یک دوره بسیار کوتاه باشه با تحریم ماهان نشون بدید که هر چیزی رو که تشخیص میدید به ضرر شماست و یا حداقل یا حتی ابزار حکومت برای آزار و اذیت مردم تحریم میکنید این در واقع تحریم حکومت نه تحریم یک شرکت هواپیمایی که یک عده از راندخارهای کارگزاران و بخشی از سپاه در از سو استفاده میکنند این در واقع تحریم حکومت از تحریم دوم حکومت و مطمئنم میتونه تحریم موفق دوم باشه برای اینکه مردم نشون بدن که تصمیم گرفتن به صورت متحد در برابر اتحاد فاسد و ضد مردمی حکومتی ها هم از اصلاح طلب و اصولگرا بیستن این کار کار خیلی سختی هم نیست مطمئنم بسیار از مردم الان به دلیل شرایط اقتصادی و شرایط بهداشتی خیلی تمایل هم به سفر ندارن اونها هم که تمایل به سفر دارن درسته که هواپیمای کشوری هم وابسته به همین حکومت سایر شرکت های هواپیمایی هم وابسته به همین حکومت هستند اما به صورت کار نمادین با تحریم ماهان نشون خواهید داد که در برابر اتحاد ضد مردمی که اتحاد مردمی هم میتونه ایجاد بشه تحریم کنیم و تحریم کنید ماهان رو قطعا این حرکت شما باعث خواهد شد که این سقوط حکومت تصریح, خواهد تصریح بشه به دلیل اینکه اینها اون چیزی که بیش از همه الان بهش نیاز دارن اعتماد به نفسه شما میتونید با حرکت متحدتون در برابر حکومت که یکی از نمادهاش میتونه تحریم ماهان باشه این اعتماد به نفس حکومت رو بیش از پیش متزلزل کنید و این حکومتی که به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سایر مسائل در انزوا هست و در مشکل هست بیشتر دچار تزلزل بشه من یک توضیح هم در مورد ویدیو قبلی بدم من در اونجا گفتم که کار نمایشی حکومت برای شناسایی بیماران کرونا استفاده از تبسنج بود دوستان به من تذکر دادن من یک فیلم کوتاه دیده بودم شاید خیلی دقت نکردم دوستان تذکر دادن که یک مثلا اه، تبسنج رو پیشانی مردم میذاشن البته اون هم کار غلطی وقتی که بحث بر که کرونا به راحتی حتی با لمس دست و منتقل میشه استفاده مشترک از تبسنج سنج حتی رو پیشانی هم خطرناکه اما من چون ظاهرا در ویدیو قبلی دقت نکرده بودم مصاحبه کنم تب در دهان کسی نمیگذاشتن بر اساس توضیحاتی که تعداد زیاد از دوستان من فرستادن بلکه رو پیشانی هم میگذاشتن اگرچه عرض میکنم فرقی نمیکنه همون هم میتونه اگر کسی آلوده باشه میتونه عامل انتقال باشه موفق باشید